بله، ادامه برنامه بخش سرخط و در اینجا از شما خواهش میکنیم که بیننده بخش سرخط باشین با همکار خوبم مریم جان و بحثی که دارن با مهمانشان. بله، تشکر امل جان. بله، همطور که امل هم اشاره کرد در این بخش آقای فردوس فرامرز مهمان ما هستند، سخنگوی قماندانی امنیه کابل، و در رابطه با گزمه های سیار و نشستی که قماندان امنیه کابل داشت با وکیلای گذر کابل صحبت داریم. شما اگر سوالی دارین میتونین که با ما سوالات خود شریک بسازین. صبح بخیر، خوش آمدین. تشکر، صبح شما بخیر. صبح بیننده خوب، بامداد خوش، در خدمت هستم. بله، خیلی خوش آمدین. در مورد گزمه‌های سیار بر ما آقای فرامرز معلومات بدین که گزمه‌های سیار فعلا جایگزین ایستگاه بازرسی هست یا خیر؟ تشکر. خب هر دو بخش موازی پیش میره. ما در گذشته ایستگاه ثابت داشتیم در قسمت چک پوینت ها و پست هایی که فراز شده بود بخاطر تامین امنی. بله. اما در کنار از او احساس میشد که یک نیاز است، باید گزمه به شکل مشترک در کابل و اطراف کابل، شاهرهای کابل ایجاد شده و خیلی به شکل خوبش پیش میره. این گزمه دستاوردهای خیلی خوب داشته. از کدام حوزه شروع شده این گزمه؟ خب گزمه به شکل دورانی است. بله. ما یعنی به شکل 24 ساعته گزمه داریم در نقاط مختلف شهر کابل، بخصوص نقاطی که بعد از آسیب شناسی به ما معلوم شده که این نقاط جرمزا است، یا هم مردم بابت اون ساعت نگران هستند و یا هم مشکل هست در اون ساعت، گزمه ما بیشتر در اونجا گشتنی دارن. کدام حوزه ها هستم؟ بیشتر ما قسم گفتم نقاط غیر پلانی و مشخصا حوزه خاص نیست که اونجا گزمه است. در تمام کابل گزمه های ما جریان داره، بخصوص در قسمت شهرها و اطراف کابل و کوچه و پس کوچه هایی که غیر پلانی است و ممکن اگر گزمه های پلیس به شکل دوامدار نباشه اونجا مشکل ساز شود برای مردم. بله، در مورد نشست قماندان امنیه کابل آقای روشندل با وکیلان گذر نواحی شهر کابل، بر ما بگوین که در مورد چی بوده این نشست؟ خب این نشست منشیش از اینجا بوده که ما احساس کردیم که از هر زمان دیگر کرده اکنون همکاری مردم خیلی تأثیر داره در تامین امنیت و بله. هرچند پلیس مردمی ما برنامه متواتر داشتن قبلا به خاطر همکاری و ایجاد روابط تنگاتنگ پلیس و مردم، اما به نقش وکلا و رئیسای نواحی، وکلایی که در نواحی کابل هست و در واقع نماینده های مردم در کوچه ها و قصبه ها و قریجات کابل، به نقش اساسی از اونها در ارتباط با پلیس عایز اهمیت هست و ما این نقش را خواستیم برجسته تر شود. همیشه ما یک بار نشست داریم همراه وکلای نواحی کابل و در این نشست که شخص قماندان صاحب امنی کابل همراه وکیل صاحب داشتن چند موضوع بسیار مشخص مطرح شد. این که اونا همکاری بیدریغ می داشته باشند با پلیس و از مشکلات اجتماعی و امنیتی پلیس با خبر می سازند و در واقع شانه به شانه با پلیس و میار پلیس می باشند تا یک ما بتانیم مشکلاتی که در سطح نواحی کابل است با همکاری از اونها حل بسازیم. شما می دانند که برای وزی که وکیلا نقش خود را دارند در تامین امنیت، اونا تأثیر گذار هستند مثل جامعه علما، مثل اقشار مختلف اجتماع، چون مسئولیت یک ساحه و یک بخش از اجتماع را دارند، اونا می تانند بیشتر زمینه ایجاد همکاری پلیس و مردم را فراهم بسازن. این چند مسئله خیلی جدی مطرح شد و موافقت به می صورت گرفت که باید بیشتر نشست باشن با وکلا و ما بتانیم یک ارتباط بهتر و خوبتر از قبل ایجاد بکنیم. بله، با برنامه‌ای که شما گفتین که هر ماه یک نشست می داشته باشین با وکیلان گذر و گزمه‌های سیار، با این همچرا هنوزم جلو سرقت‌های مسلحانه گرفته نشده، هنوزم مردم با دلهوره از خانه خود بیرون میشن، خصوصا وقتی که میخواین از طرف شب جایی برن یا نزدیک شام، پولشان گرفته میشه به زور ازشان، موبایلشان گرفته میشه. پس تاثیر برنامه چی بوده؟ خب
بدون شک نگرانی مردم محسوس است و قابل درک است. به این شکل نیست که بگوییم اصلا مشکل وجود نداره، وقتی این دو برنامه را ما داریم همه چیز حل است. در کنار دو موضوعی را که مطرح کردیم، بهش صحبت کردیم، برنامه زیاد هم است که تطبیق میشه، عملا تاثیرگذار بوده. اگر اون برنامه نباشه شاید وضعیت را که فعلا میبینیم بدتر از این وضعیت در کابل هم باشه. چرا؟ دلایل جرمزا در پایتخت خیلی زیاد است. اگر ما بحث کلان بسازیم روی دلایل جرمزا صحبت بکنیم، فکر میکنم بیشتر به وقت نیاز خواهد بود. اما برنامه تطبیق میشه، تاثیرگذاریش هست، مجرمین بازداشت میشن. تنها ماه گذشته بیش از 240 مجرم از کابل بازداشت شد. بله، در رابطه این برنامه بله. آقای فرامرز، برنامه مبارزه با انحرافات اخلاقی و مفاسد اجتماعی و اعمالی که خلاصه آسایش عامه را اخلال میکنه، مسئله بایومتری که افراد ولگرد به کجا رسید؟ خب هنوز هم ادامه داره اون برنامه، بو تاثیر خود روی آرامش و نظم در اجتماع داشته. افراد که به جای نشست و برخاست داشتن و گمان میرفت اگر جلوشون گرفته نشه، اینا فردا به یک عمل جرمی دست میزنن، چون دانش مسلکی که پلیس داره میتونه این موضوع را درک بکنه. به او خاطر ما اینا را انتقال دادیم به وزارت از نقاط مختلف کابل، به اوضاع مربوطیشان، برای اینا توصیه های اخلاقی صورت گرفته، تعهد از پیششان گرفته شده و اونایی که نزدشان اسلحه و یا هم پنجه باکس و چاقو نمیفهم اشیا و وسایل که در اجتماع خلاف قانون هست و گشت و گذار از اون مسئله، با او افراد جدا برخورد قانونی صورت گرفته. برای وزی که بایومتریک شدن و برشان یک دوسیه افتیده، دوسیه هایشان به بخش های عدلی و قضایی هم فرستاده شده. اما به اونایی که لازم بوده برشان توصیه شوه، تعهد گرفته شوه، ضمانت گرفته شوه، او مفکر میکنم تغییر کردن. چرا؟ از ساعت که ما این برنامه را تطبیق کردیم فعلا اون شکایت ها نمیرسه. بله. پس از این معلوم است که اونجا تاثیر مثبت خود را داشته. آقای فرامرز، شما در مورد دانش مسلکی پلیس گفتین، یکی از شکایت هایی که مردم دارن، شاید شما هم گهگاهی از فیسبوک استفاده کنین و مطالبی که مردم از طریق فیسبوک میتونن نشر کنن شاید دیده باشین، خصوصا عکسایی که در این مورد نشر میشن، اینکه مردم شکایت دارن از برخورد نادرست پلیس، در این مورد بگوین. خب اگر یک نظر به گذشته بیندازیم، من فکر میکنم بسیار تغییر مثبت عمل کرد رویه و سلوک پلیس احساس میشه. هر روز به اصل بسیار مهم رهبری وزارت محترم امور داخله و قماندانی امنی کابل میپردازن که تعلیم و تربیه هست به پلیس. ما هر روز برنامه و پلانهایی داریم که روی همین دانش مسلکی، نوع برخورد و چگونگی رفتار پلیس با مردم کار صورت میگیره. مشخصا یک موضوع دیگر هم میخواهیم صحبت بکنم روش، این که در این ده ماهی که از این سال میگذره در ارتباط بین رفتار و سلوک نادرست پلیس با مردم، تعلل و غفلت وظیفوی، ما بیش از 20 تن از افراد که در قماندانی امنی کابل بود منفک کردیم و اونایی که بیشتر بود به همو اشتباهی را که انجام داده بودن به نهادهای عدلی و قضایی تا معرفی شدن. قاطعیت و جدیت رهبری پلیس کابل در این قسمت بسیار واضح هست و ما کار میکنیم که حداقل این شکایت هایی که مردم دارن با همکاری مردم، حالا اگر مردم شکایت میکنن باور ما ایست که این شکایت نه همکاری است، اگر اونا نگوین شاید ما دیرتر بدانیم از این مسائل. اون همکاری مردم هست و ما هم قاطعیت در این قسمت داریم، تغییر میه. بله، یکی از شکایت های دیگر مردم این است که ایستگاه های بازرسی که در نقاط مختلف شهر کابل ایجاد شده، گاهی سرعت قدر در سرعت بازرسی قدر آهسته است که باعث ایجاد ازدحام ترافیکی میشه و وقت مردم ساعت ها در این ایستگاه ها به هدر میره. خب شما باید دارن این شکایت از حالا نیست، از آغاز سال بود. برنامه یا کارشیوی جدید پلیس این موضوع رو تغییر داد. ما حالا پاسگاه ثابت بیشتر در شهر نداریم، شاید در چند نقطه کلیدی پاسگاه ثابت ما هست که اونا هم به شکل است که باید بازرسی صورت بگیره. حالا اگر زمان گیرم است، ما تلاش میکنیم تا گراف ترافیک و ازدحام وسایل اونجا کمتر شود. اما در کل کار صورت گرفته، در او قسمت تغییر آمده. ما پاسگاه ما به شکل سیار شده و چک پوینت ها به شکل آنی افراز میشه، بیشتر با او حد و قیاس چک پوینت های ثابت نیست. تشکر آقای فرامرز از اینکه امروز تشریف آوردید. خیلی ممنون از شما. وقفه میگیریم.
سلام دوستان عزیز، برای دیدن ویدیوهای قبلی ما اینجا را کلیک کنین و برای پیوستن با کانال یوتیوب ما اینجا را کلیک کنین.